برای اینکه یک سطر بتونیم خیلی خوب بنویسیم و شبیه الگو در بیاد، بایستی خیلی مشق نظری داشته باشیم. الان این کلمه صفحه هنرجو به اندازه کافی مشق نظری نداشته، چون اینا معمولا نکات ساده ایه که متوجه میشیم جیم به این شکله و اینجاش یه خورده تیزه. اینکه اینجوری میشه یعنی مثلا فرصت کم بوده، موفق نشده که خوب ببینه. بنابراین هنرجوی عزیزی که میان کلاس، توصیه میکنم که این موارد مخصوصا برای هنرجوهای دوره عالی این پذیرفته نیست و بایستی مشق نظری بیشتری بکنید. ولی توصیه من اینه که مشق نظریتون رو بیشتر کنید، از روی الگوها نگاه کنید. نیاز نیست که ده ها کلمه رو تمرین کنید در طول هفته، یکی دو کلمه خوب مشق نظری کنید و خوب تمرین بکنید. البته برای پیشرفت در خوشنویسی باید وقت گذاشت، باید وقت صرف کرد و در طول سال آدم ممارست داشته باشه، یه دفعه 6-7 ماه خط رو ول نکنه. بنابراین اگر که فرصت هم نداشتید، شرایط درسی و مسائل اجازه نداد که هر روز ممارست داشته باشید، هر 3-4 روز یک بار هم که شده، نیم ساعت هم که شده بنویسید. ولی اینجور نشه که در طول یک سال یه دفعه 6 ماه اصلا دیگه خط ننوشته باشید، چون راه شما طولانی میشه در این صورت. بعد از ساد بایستی توی حرف ف دقت کنید که تقریبا مثل اینه. ببینید انگار داریم مینویسیم این به این حالت. بعد از ف اینجا این حرکت مثل حرکت کلمه بچه هست. از توی این ف میخوایم خارج بشیم، اینو نباید طولانیش بگیرید، یه خورده جمع‌تر. این حرکت به این حالت برمیگرده. پس حرکت بعد از ف در کلمه صفحه، حواستون باشه که خیلی پرقوس نشه، از طرفی اینجوری هم نشه. خب از اینجا به بعد انگار داریم کلمه بچه می نویسیم. اینجا یه قوسی داره به این شکل که خیلی لطیفه. قسمت بعدی ببینید، اینجا کلن دو نقطه فشرده قلم میشه و بعدش هم که این اتصال متصل میشه بهش. پس اینجوری دیگه ننویسید، اینجوری نشه. پشتش مخصوصا دقت کنید، پشت ه در کلمه صفحه اینجوری نشه، این خوب نیست.